گاهی عزیزان حدیث مزیده. منظور از حدیث مزید حدیثیه که در متن یا سند اون چیزی زیاد شده باشه. مثلا حدیث نبوی رو داریم، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. کسی آمده کلمه ترابها رو به این حدیث اضافه کرده، گفته جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا. کلمه ترابها در متن حدیث اضافه شده است. و یا حدیثی که 3 تا واسطه داره، با 4 واسطه، با 5 تا واسطه نقل میکنن، این میشه مزید. زیادتی متن حدیث عزیزان اگر از ثقه باشه و با حدیث دیگری تعارض نکنه مورد قبول. در غیر این صورت احکام باب تعارض در اون جاری میشه و در نتیجه اگر حدیث مزید به اعتبار سند به نحو اسناد یا اتصال و حدیث معارض اون به نحو ارسال یا انقطاع باشه مورد قبول. بنابراین اگر حدیث مزید به اعتبار سند به نحو اسناد یا اتصال به ما رسیده باشه و حدیث معارض اون به نحو ارسال یا انقطاع باشه مورد قبوله. چرا؟ چون احتمال داره مسند و موصل از چیزی آگاهی داشته باشند که دیگران از اون مطلع نیستند. قسم دیگر حدیث عزیزان حدیث مختلف هست. حدیث مختلف 2 صورت داره. صورت اول عزیزان اینه که حدیثی در مقایسه با حدیث دیگر نسبت تباین یا عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص منوج داشته باشه. بنابراین مختلفان در علم درایت حکم متعارضان رو در علم اصول دارن. اولین کسی که به جمع اخبار مختلف پرداخت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه متوفای سال 460 هجری قمری بودند که کتاب استبصار رو تألیف فرمودند. صورت دوم حدیث مختلف عزیزان این صورتی که لفظی در متن یا سند حدیث از نظر کتابت و حروف یکسان باشه ولی از حیث قرائت و تلفظ متفاوت باشه. مثل کلمه همدانی به سکون میم که منسوب به قبیله‌ای در یمن هست، یا به فتح میم همدانی که منسوب به شهری در ایران. همدانی و همدانی رو مثل هم می نویسن ولی از حیث قرائت و تلفظ با همدیگر متفاوتن. این رو میگن مختلف. شما عزیزان با اصطلاح نسخ، ناسخ و منسوخ آشنا هستید. همونطور که قبلا خدمت شما عزیزان عرض کردم، نسخ هم در کتاب خدا و هم در سنت وجود دارد و به معنی رفع حکم سابق به اعتبار انقضاء مدت مصلحت اون حکم. حدیث ناسخ اونه که حکم سابق رو رفع بکنه و حدیث منسوخ اونه که حکمش رفع شده باشه. خب با توجه به این توضیح برای شما عزیزان روشن میشه که زمان صدور حدیث ناسخ متأخر از زمان صدور حدیث منسوخ. به طور کلی از 4 راه میتونیم ناسخ و منسوخ رو بشناسیم. اول عزیزان نص حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. مثل اینکه فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره. فرمودند من قبلا شما را از زیارت قبور نهی می کردم، می رفتید زیارت مشرکین، کفار و منافقین و این گرامی داشته فکر و اندیشه باطل اونها بود، می گفتم این کار رو انجام ندید. فزوروها فانها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره. اما الان شما میرید زیارت قبور مؤمنین، برید زیارت بکنید. چرا؟ چون زیارت قبور مؤمنین و مؤمنات موجب میشه دل شما از دنیا کنده بشه، علایقتون نسبت به دنیا کم بشه و به یاد آخرت بیفتید و توجه کنید چه عوالمی رو در پیش رو دارید و زاد و توشه برای این سفر طولانی خودتون برگیرید. دوم عزیزان، نقل ائمه خدا علیهم صلوات الله و اصحاب اون بزرگواران با لحاظ شرایط حجیت خبر است. الان یه خبری از یک کدوم از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده است که کاشف از وقوع نسخ در زمان حضرت ختمی مرتبت است و یک کدوم از صحابه این رو برای ما نقل کرده‌اند. با لحاظ شرایط حجیت خبر ما میتونیم ناسخ رو از منسوخ تمیز بدیم و رابطهشون رو با همدیگه برقرار بکنیم. یکی از راهها تاریخ حدیث متأخر ناسخ حدیث متقدمه، مشروط بر این که هر دو حدیث صحیح و حجت بوده باشند و قابل جمع و تأویل هم نباشند. راه چهارم برای تشخیص ناسخ و منسوخ عزیزان اجماع، مثل حدیث قتل شارب خمر در نوبت چهارم که سقوط قتل در موردی که حد در هر نوبت جاری نشود اجماعی است. پاره‌ای از احادیث مقبول هستند. خوب دقت بکنید عزیزان، این تعریف مقبول بسیار اهمیت داره، چون بسیاری از کسانی که در بازی‌های سیاسی وارد می‌شوند اغلب کوشش می‌کنند از این محمل برای رسیدن به مقاصد خودشون سوء استفاده کنند. وقتی میگیم حدیث مقبول، حدیث مقبول حدیثیه که شرایط صحت رو نداره و در واقع ضعیف به شمار میاد، ولی پاره‌ای از علما مضمون اون رو بنا بر مصلحتی یا منفعتی قبول کرده‌اند، مثل مقبوله عمر ابن حنظله که به این صورت: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحل ذلک. در این روایت عزیزان محمد ابن عیسی و داوود ابن حسین در بعضی کتب رجال تضعیف شده اند، لذا ملاحظه می کنید این حدیث رو میگن مقبوله عمر ابن حنظله. چرا میگن مقبوله عمر ابن حنظله؟ یعنی این حدیث شرایط صحت رو ندارد، حدیثی ضعیف به شمار میاد، ولی پاره‌ای از علما مضمون اون رو قبول کرده اند. وقتی این گونه باشه این رو میگن مقبول. درست شرایط صحت رو ندارد، درسته که ضعیفه، ولی بنابر مصلحتی علما مضمون اون رو قبول کرده اند. انتها عزیزان عنایت بکنن، بیشتر سوء استفاده هایی که از احادیث میشه از این ناحیه است، یعنی یک حدیثی که شرایط صحت رو نداره و ضعیف هست میگن آقا مقبول هست برای اینکه اون هدف سیاسی خودشون رو محقق بکنن. بعضی از احادیث عزیزان معتبر هستند. معتبر حدیثی که بر حجیت اون و وثاقت راوی دلیل اقامه شده است و جمیع یا اکثر فقها به اون عمل کردن و طبق اون فتوا صادر کردن. این رو میگیم حدیث معتبر. نوع دیگر حدیث عزیزان مکاتب است. منظور از مکاتب حدیثیه که از نوشته معصوم و حجت خدا صلوات الله و سلام علیه نقل میشه، مثل اونچه که امام علیه السلام در پاسخ به پرسش‌های اصحاب خودشون نوشتن، حالا خواه به خط خود امام باشه، خواه به خط دیگری و املاء امام علیه السلام باشه، فرقی نمیکنه. این رو میگن مکاتب، از اون جهت که نوشته ای است که از سوی معصوم و حجت خدا صادر و از اون نقل شده است. پاره ای از احادیث مشترکند. مشترک یعنی چی عزیزان؟ مشترک یعنی حدیثی که یک یا بعضی از رجال اون مشترک بین ثقه و غیر ثقه باشد. اسمی در سند حدیث وجود دارد که دو فرد به اون نام در کتب رجال ازشون ذکر شده است، یکی تعدیل و توثیق شده و دیگری تجریح و تفسیق شده و معلوم نیست کدوم یک از این دو نفر در سلسله رجال این حدیث هست. البته به طرق مختلفی میتوان این دو رو از همدیگه بازشناسی کرد، ولی شناسایی یک چنین رواتی و تمییز اونها نیاز به ممارست و تفحص داره. یعنی باید بررسی کرد اونها در چه زمانی زندگی میکردن، چه کسانی از اونها حدیث نقل کردند و اونها از چه کسانی حدیث نقل کردند و راههای دیگری که میتواند حدیث مشترک رو در واقع به یک حدیث قابل اعتماد تبدیل بکنه. بنابراین منظور از مشترک حدیثی است که یک یا بعضی از رجال اون مشترک بین ثقه و غیر ثقه باشه. قسم دیگر حدیث عزیزان حدیث مشتبه است. منظور از حدیث مشتبه حدیثیه که اسم راوی به اسم دیگری، حالا یا راوی دیگری یا پدر راوی دیگری، در ذهن مشتبه بشه. مثل اینکه اسم یکی از راویان شبیه اسم پدر راوی دیگر باشد، یا اسم دومی نظیر نام پدر راوی اول باشد. این موجب میشه که یک حدیث مشتبه بشود، مثل احمد ابن محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد ابن یحیی. ملاحظه بکنید جای احمد رو در این دو عبارت ببینید، احمد ابن محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد ابن یحیی. این موجب میشه که یک حدیث مشتبه بشود. چرا؟ چون اسم راوی حدیث در ذهن ما با اسم پدر راوی دیگر یا حتی اسم خود راوی ممکنه مشتبه بشود. قسم دیگر حدیث عزیزان مطروحه. منظور از مطروح حدیثیه که با دلیل قطعی آیه و خبر متواتر مطابقت نداره و قابل تعویل هم نیست. اینو میگن مطروح. قسم دیگر حدیث عزیزان معول است. معول حدیثیه که با دلیل قطعی مخالف باشه، ولی به واسطه قرینه حالیه یا مقالیه دلیل عقلی یا نقلی برخلاف ظاهرش هم بشه و به معنی قابل جمع با ادله دیگر تعویل بشود. اینو میگن معول. قسم دیگر حدیث عزیزان متروکه. منظور از متروک حدیثیه که ناقل اون متهم به کذب و خلاف قواعد و ادله باشه و از طریق دیگر روایت نشده باشه. قسم دیگر حدیث عزیزان مشکل است. مشکل حدیثیه که متضمن مطالب مشکل و دور از فهم باشه که فهم اونها دشواره، یعنی به سهولت نمیتونه آدم به مفهوم اون حدیث دست پیدا بکن. قبلا خدمت شما عزیزان اشاره شد حدیثی که مشتمل بر الفاظ غامض باشه رو میگن غریب. غریب ممکنه غریب اللفظ باشه، ممکنه غریب المتن باشه و ممکنه غریب السند باشه. حدیث غریب عزیزان با مشکل فرق میکنه و مشکل از این جهت مشکل هست که از حیث مفهوم غامض هست، یعنی غموزش در مفهوم، در لفظ، در متن و در سند نیست. بعضی از محدثین برای رفع ابهام و ایهام و تبیین مراد احادیث کتابهایی در این زمینه تألیف کردند، مثل مصابیح الانوار مرحوم شبر و معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیهما. قسم دیگر حدیث عزیزان معروف و منکره. حدیثی که مضمون اون نزد محدثین و علما مشهور و شناخته شده باشه میگن معروف. البته نباید با حدیث مشهور اشتباه بشه. چرا؟ چون شهرت در مشهور به اعتبار طریق و سند و در معروف به اعتبار مضمون و متن. در مقابل منکر حدیثیه که مضمون اون بین علما و محدثین مشهور و شناخته شده نیست. قسم دیگر حدیث عزیزان مجمل و مبین است. حدیثی رو که به لحاظ اجمال و ابهام در کلمه یا کلام دلالت اون بر مراد گوینده ظاهر نیست، اصطلاحاً میگن مجمل. معناش اینه که برای رفع ابهام و ایهام و اجمال از این حدیث باید به دلیل دیگری متوسل شد تا بتونیم بفهمیم مراد معصوم از این حدیث چه بوده است. ولی مبین حدیثی است که دلالت اون بر مراد ظاهر باشه و ما با خوندن حدیث بتونیم مراد معصوم و حجت خدا صلوات الله و سلام علیه رو بفهمیم و ابهام و اجمالی در کلمه یا کلام وجود ندارد. قسم دیگر حدیث عزیزان، نص و ظاهر. عنایت داشته باشید حدیثی که دلالت اون بر معنا صریح باشه و احتمال دیگری در اون داده نشه، این رو میگن نص. ولی حدیثی رو که در معنای اون چند وجه وجود داره و یک وجه اون به خاطر وجود قرینه بر وجوه دیگر رجحان دارد، اونو میگن ظاهر. به تعبیر دیگه دلالت نص قطعی و دلالت ظاهر ظنیه.